برگزاری مجمع عمومی کارگران پروژه‌ای نفت و صنعتگران ساکن استان چهارمحال بختیاری در شهرستان هفشجان در روز 10 مرداد، یعنی 2 روز قبل، توجه بسیاری را به خودش معطوف کرده. طی هفته های گذشته کارگران پروژه نفت در گروه های کوچکتری مجامع عمومی برگزار کردند. در طی اعتراضات کارگران پیمانه نفت همچنین شاهد سربلند کردن شورای سازماندهی اعتراضات بودیم. این درجه از سازمانیابی کارگران، آن هم در جایی مثل نفت که فضایی به شدت امنیتی و پادگانی بر آن حاکم است، بسیار قابل توجه و مهم است. در این رابطه پرسش های بسیاری مطرح است، از جمله اینکه چه مسائل و اتفاقاتی زمین ساز این تحولات بوده، جایگاه و وزن این اتفاقات در مبارزات کارگران نفت چیست، حلقه اتصال شورای سازماندهی و مجامع عمومی کارگری که دارد در جاهای مختلف سربلند میکنه چی هست، این مجامع چه نقشی میتونن در مدت کردن صفوف اعتراض کارگران نفت داشته باشند، آیا این مجامع در شرایط فعلی امکان گسترش در بخش های مختلف مراکز نفتی رو دارند، آیا این مجامع می توانند الگویی برای تشکیل مجامع عمومی در بخش های کارگری و رشته های مختلف تولید و خدمات و غیره باشند؟ این پرسش ها و پرسش های بیشتری رو در میزگرد امروز با کاظم نیکا و اسخر کریمی در میان میگذاریم. در برنامه خط رفاه با ما همراه باشید. من خلیل کیوان هستم. حامد جمالی هم از بخش فنی ما را همراهی میکنه. کاظم نیکا، از شما شروع کنیم. قبل از هر چیز برامون توضیح بدید، در حالی که حکومت هیچ درجه از سازمانیابی کارگران را به رسمیت نمیشناسه، برگزاری مجمع عمومی در هفشجان که بسیار باشکوه هم بود، گسترده بود، چطور ممکن میشه؟ با درود به شما خلیل کیوان و همکارانتون و همینطور بینندگان عزیز. ببینید، اینکه جمهوری اسلامی به رسمیت نمیشناسه یک بحثه، اینکه چقدر واقعیت جامعه جلو رفته و فراتر رفته از جمهوری اسلامی مسئله دیگری است. جمهوری اسلامی خیلی چیزها رو به رسمیت نمیشناسه، از جمله اعتصاب رو، مبارزه رو، تشکل رو و مجمع عمومی رو و خیلی چیزهای دیگه، و جامعه از همه اینا تا حد زیادی عبور کرده. مثلا حتی مثلا برین تو بحثای دیگری مثل مسئله حجاب و اینا، میبینین که زنها خیلی جا حجاب رو کنار میزنن و دخالتگری ها و حرکاتی میکنن که برای جمهوری اسلامی قابل قبول نیست. یه موقع یکی از خانواده جمهوری اسلامی گفته بود که مردم جمهوری اسلامی رو از نظر محتوایی سرنگون کردن، و این واقعیه. یعنی جمهوری اسلامی سنت‌هاش و به اصطلاح حرام و حلال‌هاش خیلی جا از جانب مردم زیر پا گذاشته شده، میشه از جانب کارگران. الان مدت‌ها، سال‌هاست کارگران نیشکر هفت‌تپه در حال اعتصاب و تجمع و مبارزه و سخنرانی اینا هستن. این اصلا تو سنت جمهوری اسلامی و به رسمیت شناسی جمهوری اسلامی نمی گنجه. و تو شرکت نفت سعی کردن که این فضای پادگانی رو که شما اشاره کردین رو پیاده کنن سالا، و الان چندین هفته است که دیگه این رو کارگرها شکوندن، یعنی عبور کردن از فضای پادگانی که جمهوری اسلامی سعی کرده بود تحمیل کنه به کارگرا، و دارن اعتصاب میکنن، مبارزه میکنن تو بخش پیمانی، به ویژه کارگران رسمی هم اعتراضاتی در تو دستور دارن و قبلا هم اعتراضاتی کردن، و الان شاهد برگزاری مجمع عمومی کارگری هستیم که به نظر من اتفاق بسیار مهم و آموزنده و تاثیرگذاری هست تو کل فضای جامعه و تو جنبش کارگری. به هر حال منظورم اینه که جمهوری اسلامی رو مردم دارن ازش عملا عبور میکنن و یک جایی هم کلا عبور خواهند کرد. بله، اسخر کریمی، پیشتر هم مجامع عمومی از کارگران اعتصابی پروژه نفت در مناطق مختلف و در ابعاد کوچکتری
شکل گرفته بود. اهمیت تشکیل این مجامع عمومی کارگری چی هست؟ چه نقشی میتونن در متحد کردن صف اعتراض کارگران داشته باشن؟ خب اول اشاره کنم که این مجامعی که تو هفشجان تشکیل شد خب یه مقدار تفاوت داشت تو سطح به اصطلاح خیلی بالاتر و مهمتری انجام شد، تعداد بیشتری کارگر شرکت داشتن، به اضافه اینکه اون مسئولین به اصطلاح کمپین پایپینگ گفته بودن تجمع نکنین، جمع نشین و پایان اعتصاب رو به نظر خواهی گذاشته بودن، اینا جمع شدن در این حال انتقاد کردن، گفتن در حالی که خواستمون به سرانجام نرسیده چرا باید اعتصاب رو تموم بکنیم، ما پافشاری میکنیم برای اعتصابمون، تجمع میکنیم، مجموعه تشکیل دادن، نماینده های کارگر تعدادی سخنرانی کردن، بر خواستاشون تاکید کردن. میخوام بگم قبلا هم کارگرها در چندین نقطه کارگرای اعتصابی نفت تجمع کرده بودن، اونتا یکی خیلی بیشتر حالت مجموعه می داشت، شکیل تر بود و سازمان یافته تر بود، ولی کلا خب مجموعه عمومی جایگاه مهمی تو جنبش کارگری داره. تو شرایطی که جمهوری اسلامی هیچ تشکلی رو به رسمیت نشناخته، نذاشته مثلا اتحادیه‌ها درست بشن، شوراها درست بشن و انواع تشکل‌ها که مورد نیاز کارگر و بخش‌های دیگه مردم ایجاد بشه، خب یکی از اشکالی که کاملا عملیه مجموعه عمومیه که هرچند خود مجموعه عمومی خیلی تشکل پایدار و سازمان یافته‌ای نیست، منتها زمینه تشکل شورایی هست، به اضافه اینکه ظرفیه که کارگر رو متحد میکنه، ظرفیه که کارگرها توش خواستاشون، ادامه مبارزشون رو به بحث میذارن، توطئه‌ها رو خنثی میکنن، در مقابل سیاست‌های تفرقه افکنان وای میسن، نمایندگانشون میان جلو صحبت میکنن. اینو در هفت‌تپه مثلا مدام شاهد بودیم، در فولاد یه دوره تو جریان اعتصاباتشون شاهد بودیم، در یه سری مراکز شاهد بودیم و مخصوصا موقعی که حتی اگه در حالت عادی سالهای طولانی جمهوری اسلامی عملا شرایط ایجاد کرده که نتونستن کارگرها خارج از روزهای اعتصاب مجموعه تشکیل بدن، تو دل اعتصاب خیلی سنت رایجی بوده تو ده ها سال گذشته که کارگرها موقع اعتصاب چون توازن قوا تغییر میکنه، چون آمادگی دارن، چون عملا تجمع میکنن هر روز که تصمیم بگیرن و یا پیاده روی میکنن، و تو دل این اعتراض خیلی راحتتر مجموعه می تشکیل دادن و این الگویی که وسیعا در جانب بخش های مختلف کارگرها ایجاد شده و به نظر من در این حال همینجور گفتم پایه در واقع هر نوع تشکلی کارگری بخواد ایجاد بشه یا غیر کارگری، مجمع عمومی پایه‌ش به معنی که توده کارگر نظارت دارن، نه اینکه چند نفر بشینن خودشون تصمیم بگیرن و بعد برن اجرا کنن و توده کارگر رو به حال خودش باقی بذارن. مجمع امکان میده که کارگر متحد بشه، روحیه دیگه کارگر پیدا میکنه تو تجمع و توطئه ها و تلاش هایی که واسه تحصیل ارعاب کارگرها ایجاد میشه میتونه غلبه کنه و از هر نظر مجموعه عمومی اهمیت کلیدی داره واسه جنبش کارگری. کاظم نیک‌ها، دو خط و دو سیاست در طی این اعتصاب کارگران پیمان نفت قابل مشاهده است، به وضوح دیده میشه. قبلا گروه مدیریت پایپینگ نظرسنجی را انداخته بود که آیا به اعتصاب پایان بدیم یا نه، از طرف دیگه مجامع عمومی کارگری تشکیل میشه و الان در هفشجان یک مجمع بسیار وسیع‌تری برپا شده و میگن باید اعتصاب ادامه داره. این وضع و این دو خط رو شما چطور توضیح میدید؟ ببینید، تا همه جا گرایشات مختلف هستن، گرایشات سازشکار، راست و به حال مقابل توده کارگران و هم گرایش رادیکال، کارگری، پیشرو، اینها. اون چیزی که شما دارین بهش اشاره میکنین در واقع تقابل این دوتا گرایشاته. گروه مدیریت به اصطلاح پایپینگ، اون چیزی که اسمش خودشو گذاشته، اینها جریانی هستن که مدام سعی میکنن حرکت کارگران نفت رو تو چارچوب نظام حکومتی، سیستم حکومتی نگه دارن، اجازه ندن که خارج بشه و کارگران رو بکشونن به نمیدونم ستایش رهبر و فلان و بهمان، در صورتی که کارگر یه خواستای واقعی زمینی داره و میخواد اونا رو بگیره و اینا این مدام سعی میکنن که کارگران از این چارچوب بیرون نزنن، خارج نباشن و سازش بکنن. تو این مورد که اشاره کردین، اینا بدون اینکه خواست کارگران عملی شده باشه، حتی مطرح کرده باشن، اومدن گفتن خب کارگران نظرتون چه که اعتصاب رو تموم کنید و
تلاش کردن تموم کنن. کارگرها گفتن نه، همونجا بهشون گفتن نه، و الان تو مجمع عمومی کارگران چهارمحال و بختیاری تو افشجان هم باز همین رو تاکید کردن. بالاخره اعتصاب باید یه جایی شروع میشه، یه جایی تموم میشه. بحث بر سر اینه که خواستا چی هست، خواستا به کجا میرسه. کارگران پیمانی نفت یک سری خواستایی دارن که از جمله افزایش دستمزدها و نمیدونم تغییر ساعت کار، افزایش مثلا به 20 روز کار و 10 روز مرخصی و غیره و غیره. از جمله اتفاقا کوتاه کردن دست پیمانکاران هم یکی از خواستای کارگران است. تا اینو عملی نشه کارگر نمیتونه به اعتصابش پایان بده، یا کسی که میخواد پایان بده قبل از عملی شدن اینا در واقع میخواد اعتصاب رو عقب برونه و به شکست بکشونه. کارگرها تاکیدشون اینه که باید خواستمون عملی بشه و الان شورای سازماندهی اعتراضات تاکید کرده که کارگرها چون به خاطر پراکندگی رسی بودن و بخش‌های مختلف کارگران پیمانی نفت که گفته شده که ازشون خواسته شده که نمایندگانشون رو تو مراکز نفتی مختلف انتخاب کنن و خواستاشون رو خیلی مشخص کنن و بر اساس اونا اگر پیمانکارا موقعی که میان مذاکره میخوان که این مدت مطرح کردن بر اساس اونا وارد مذاکره بشن و این رو مورد پافشاری قرار بدن و قرار دادن. مجمع عمومی کارگران افشجان یا چهارمحال و بختیاری در واقع تو همین چارچوب داره عمل میکنه. در واقع خط اون گروه موسوم به پایپین از اول خطش به اصطلاح تخلیه خوابگاه بود، یعنی کارو تعطیل کنین برین خونتون، تجمع نکنین. حتی گفتن اگر تجمع کنین ما گزارش میدیم به پلیس فتا. یعنی اینا کاملا از موضع سازشکارانه مثل حراست و شورای اسلامی عمل کردن و کارگرها جلوشون ایستادن تا حد زیادی. این دوتا خط تو این اعتراضات به وضوح با هم تقابل دارن. یک گرایش پیشرو است که شورای سازماندهی اعتراضات بیشتر اون رو اساسا اون رو نمایندگی میکنه و یک گرایش است که همون گرایشی است که گفتم میخواد تو چارچوب جمهوری اسلامی و اینکه اعتصاب به خواستاش رسید نرسید تموم بشه زودتر، تو این چارچوب داره تلاش میکنه. بله، در مورد تاثیر این مجمع عمومی که در نفت تشکیل شده الان صحبت کنیم که چه تأثیری بر سایر بخشا داره. اصغر کریمی، آیا میتونه این الگویی باشه برای بخشای دیگه کارگری و خدماتی و آموزشی در سراسر کشور؟ ممکنه گسترش پیدا کنه به اونها؟ برای یه نکته اگه اجازه بدیم به در پاسخ سوالی که از کاظم نیکخام کردین خواستم اضافه کنم و اون این که اینا حتی یه کارزاری اون گرایش در واقع راست که بی ربطه به نظر من، یعنی نمایندگی نمیکنه کارگر رو و اون خواستاش رو، داشتن تلاش میکردن که 5000 نفر امضا جمع کنن، توماری جمع کنن که یه شخصی که هیچ ربطی به جنبش کارگری نداره و هیچ صلاحیتی نداره و اتفاقا آدم بدنامیه بیاد نمایندگیشون بکنه بره مذاکره کنه، اون شکست خورد و دیدن کارگرها قبول نمیکنن یا همچین کسی رو. حالا این در واقع بامبول دیگه در آوردن که اعتصاب نظرخواهی کنن که اعتصاب پایان بده و اتفاقا این مجمع عمومی نشون داد که اون گرایش نمیخواد توده کارگر رو نمایندگی کنه، میخواد از بالا بفرسته کارگرها رو خونه و خوابگاه تخلیه کنن و یه نفر بره مثلا نمایندگی کنه کارگر، مذاکره کنه، هر کاری هم خواست بکنه تو جریان مذاکره و بعد بگه من تصمیم گرفتم از جانب کارگرا. و مجمع عمومی که کارگران افشجان یا کارگران چهارمحال و بختیاری چون از شهرهای مختلف چهارمحال و بختیاری جمع شده بودن، اینا گفتن نه، ما جمع میشیم هم اعتصاب ادامه میدیم هم توده کارگر میخواد دخالت بکنه. درست نقطه از نظر شکل حرکت و نوع مبارزشون درست نقطه مقابل اون بود و تو سنت جنبش شورایی قرار میگیره. در مورد اینکه این مسئله زمینه داره، کاملا زمینه داره، به ویژه الان امروز که از نظر جمهوری اسلامی در اوج بحران تشتت و وضعیت کاملا تو گل در واقع گیر کرده و هیچ راهی نداره و فضای جامعه به شدت اعتراضی و انفجاریه، به نظر من تو این شرایط طبقه کارگر باید گام‌های بسیاری به جلو بیاد
الان کارگران هفت تپه یک نمونه درخشانی از اعتراض کارگری هستن. همین امروز تجمع کردن، گفتن در اولین روزی که رئیسی داره میاد سر کار ما بزرگترین تجمع راهپیماییمون انجام دادیم و یک مرکز ما جلو فرمانداری نه نمیدونم مصلی و غیره. کارگران نفت الان یک ماه و نیم تو اعتصابن، بقیه جامعه همه جور داره از اعتراض جامعه داره میجوشه. توی همچین شرایطی کاملا زمینه فراهم واسه توده کارگر در همه مراکز نفتی و در همه مراکز کارگری در سراسر کشور که مجامع خودشون تشکیل بدن واسه خواستاشون، واسه خواستایی که 40 سال بی پاسخ مونده و هر روزم اوضاعشون بدتر میشه، تصمیم بگیرن اشکال جدیدی از مبارزه رو در پیش بگیرن، بیانیه بدن، متحد بشن، متشکل بشن. به نظر من امروز زمینه واسه اینکه گام‌های بسیار بیشتری توسط طبقه کارگر و دانشجو، معلم، بازنشسته، زنا و سایر بخش‌های جامعه بیشتر فراهم واسه اینکه متشکل بشن و متحد بشن بیان جلو. من می‌خوام در این حال تاکید کنم رو خود سایر مراکز نفتی. ببینید دو تا، به قول شما کازمی خواهد توضیح داد که دو تا گرایش وجود داره تو صنعت، تو اعتصاب کارگران پروژه نفت و خود کاملا به اصطلاح متفاوت دو تا نوع رهبری، دو تا گرایش. یکی شورای سازمانده اعتراضاته که مکملش همون مجامع عمومی و تجمعاتیه که کارگرها تو چندین مرکز نفتی تو هفته های گذشته برگزار کردن و مجمع عمومی که هفشجان یا در واقع چهارمالیا به کارگران چهارمال برپا کردن و اینو باید الگو کرد. اگه کارگران نفت میخوان به خواستاشون برسن، مهمه که در تمام مراکز اعتصابی نفت، چه اونایی که سر تو محل کارشون هستن، چه اونایی که تو شهرستانشون برگشتن، مثل همین کارگران هفشجان، کارگران چهارمحال، این امکان دارم که جمع بشن، مجموعه‌ای تشکیل بدن و بگن ادامه مبارزمون به چه شکله، شرایط مذاکرمون چیه، خواستامون چیه، چجوری ادامه میدیم، متحد بشن و جلو تفرقه و تردیدهایی که یه عده میخوان ایجاد بکنن رو بتونن بگیرن. اینه که فوق‌العاده مهمه واسه خود کارگران نفت که این الگوی کارگران چهارمحال رو در همه مراکز نفتی گسترش بده. کازمنیکا، شورا و مجمع عمومی، اولا برای ما بگید که چه تفاوت این دو با هم دارن، چه نقش و جایگاهی در مبارزه کارگری میتونن داشته باشن؟ آیا این دو فقط دو نام در یک حرکت کارگری هستند یا اشاره به دو نوع تشکل یا سازمانیابی داره؟ ببینید، کلن مجمع عمومی تو چارچوب جنبش شوراییه، یعنی وقتی ما از شورا صحبت میکنیم از دخالتگری مستقیم توده اهالی، توده اون جمع صحبت میکنیم. یعنی اگر مثلا شورای معلمان هست، توده معلمان همون بخش، یا توده کارگران یا دانشجویان یا هر بخش دیگری. بنابراین مجمع عمومی پایه شوراست. ما سالهای ساله که روی مجمع عمومی و شورا تاکید داریم و این رو گفتیم، توضیح دادیم که برگزاری مجامع عمومی منظم یعنی شورا. یعنی مثلا مجمع عمومی فرض کنید دو ماه یک بار تشکیل میشه تو نفت، تو هفت‌تپه، تو فولاد و غیره. این خودش در واقع شورای کارگری است. نمایندگان خودشون انتخاب میکنه، تصمیماتشون رو میگیرن و همه اینها. و بعد بخشی که به عنوان شورا دیگه مشخصا شورا نامیده میشه، بخش در واقع میشه گفت نشسته شوراست، یعنی بخشی که داره کار میکنه منظما در غیاب مجمع عمومی، اون وجود داره کار میکنه. مجمع عمومی تضمین میکنه که به اصطلاح شورا بروکراتیک نباشه، از بالای سر مردم کارگران تصمیم نگیره، بلکه قدرتشو، تصمیماتشو، همه حرکاتشو از توده جمع، توده اهالی، توده کارگران بگیره. در نتیجه میخوام بگم که اینا دو جنبه از یک پدیده واحد هستن. مجمع عمومی یعنی شورا، یعنی بخش پایه شورا، برگزاری منظمش عملا، یعنی به اصطلاح شورا رو تشکیل میده. اگر مجمع عمومی تشکیل بشه، تصمیم میگیره، حرفای کارگران میشنون، کارگران با هم دیگه میزنن، تصمیماتشون و نمایندگانشون همه اینا رو تعیین میکنن و این یعنی شوراشون رو تشکیل دادن و شوراشون داره کار میکنه. به هر حال نکته اساسی همینه که بدونیم که شورا بدون مجمع عمومی معنی نداره و مجمع عمومی منظم یعنی شورا. اینا دو جنبه از یک پدیده مهم
واحد هستن و این مهمه که به اصطلاح ما این پدیده، این اتفاقی که تو افشجان افتاد رو تکثیر کنیم جاهای مختلف، به ویژه تو شرایط اجتماعی موجود این بسیار مهمه که کارگران و بخش‌های دیگر مردم مجمع عمومی تشکیل بدن و بدونن که این قدم اساسی تو اداره شورایی است که تو هفت تپه شعارش داده شد. اینا مهمه، اینا برای آینده جامعه، آینده حرکت مردم و نتیجه دادنش و دخالتگری مستقیم مردم بسیار بسیار حیاتی، آموزنده و تعیین کننده است. بله، اصغر کریمی، اینطور که کاظم نیک‌خواه توضیح دادن، شورا همون مجمع عمومی است که ادامه دار باشه، شکل گرفته باشه، نماینده‌های انتخاب کنه احتمالاً و هدایت پیشبرد امور رو به اونا بسپارن کارگرا. این یعنی دموکراسی مستقیم. میخوام از شما بپرسم اصغر کریمی، جایگاه این شوراها که خیلی دموکراتیک هستن و مستقیم اعمال اراده میکنن در مبارزات همین امروز کارگرا چی هست؟ خب طبعا اهمیت زیادی داره، یعنی نه تنها از نظر آینده که جامعه باید شورایی اداره بشه، بلکه همین امروز تو مبارزات روزمره کارگرا اگه کارگرا میخوان تفرقه توشون ایجاد نشه، جلو توطئه رو بگیرن، متحد کاری بکنن، فقط یه چند نفر نماینده انتخاب نکنن، اونا به هر حال تصمیم بگیرن، بلکه توده کارگر دخالت داشته باشن، لازمش اینه که مجمع عمومی تشکیل بدن، لازمش اینه که توده کارگر دخالت روزمره داشته باشن، مخصوصا در جریان اعتصاب که کاملا عملی است. هر روز در واقع کارگرا تو جریان اعتصاب، یک ماه اعتصاب داشته باشن، خیلی مهمه که هر روز مجمع عمومی تشکیل بدن، نماینده هاشون نماینده انتخاب کنن، نماینده‌ای که ممکنه حتی بعضی از نماینده‌ها رو عوض کنن، نماینده‌های دیگه انتخاب بکنن، و اتفاقا تو دل همین زمینه به اصطلاح تشکیل شورا هم فراهم میشه. کارگری که 10 بار تو دل مبارزه‌اش، تو دل اعتصابش مجمع عمومی تشکیل بده و توده کارگر دخالت کرده باشن، تعداد قابل توجهی از خود کارگر رو میان، خودشون به اصطلاح نشون میدن، جرأت حرف زدن پیدا میکنن، یاد میگیرن که چجور توده کارگر رو سخنرانی کنن، به حرکت در بیارن، متحد نگه دارن. میخوام بگم خیلی خود این مجمع عمومی فوق العاده آموزنده است و اتفاقا کارگران هفشجان، کارگران نفت در چهارمال و بختیاری تو این تجمعشون اگر مثلا حتی قدنامه میدادن و میگفتن ما روز 10 مرداد مجمع عمومی کارگران بخش های مختلف چهارمال و بختیاری جمع شدیم و بر این خواستا تاکید کردیم و تاکید اونه که اعتصاب رو ادامه بدیم تا به فلان خواستامون برسیم، خیلی به اصطلاح الگوی خیلی روشنتری حتی جلو کارگرا میذاشتن. این قدمو باید مراکز دیگه نفتی و مراکز دیگه کارگری کلا بردارن. و مهم در واقع دو چیزه، هر چی بیشتر به اصطلاح کارگرا تو جریان مجمع عمومی صحبت بکنن، هر چی به آخر سر یه قطعنامه بدن بر خواسته و ادامه مبارزهشون تاکید بکنن و در این حال توده کارگر یه جوری دخالت بکنه اونجا، نظر بده با دست زدنش رو، خواسته که مطرح میشه روی حرفایی که نماینده ها میزنن، با دست زدن و هورا کشیدن تاکید بکنه. میخوام بگم این اینا مکم به سرا ایناست که یه مجمع عمومی موفق رو تشکیل میده و از نقطه نظر همین امروز مبارزه کارگران مهمه. توده کارگر که جمع میشه روحیه میده به نمایندهش، پشتوانه واسه نمایندهش که با خیال راحت برو جلو، ما پشتت وایستادیم، اگر دستگیرت کردن ما در کنارتیم. تا خیلی فرق داره تا اینکه چند نفر نمایندگی میکنن کارگرا رو ولی نماینده هستن ولی کارگرا تو خونه شونن یا سر کارن یا تجمع نمیکنن یا نظر نمیدن، دخالتی ندارن. به نظر من دو تا الگوه و شور و مجمع عمومی کارگران چهارمال در هفشجان به نظر من در واقع لبیک گفت شورای سازماندهی اعتراض، گفت ما متعلق به این سنتیم، نه به اون سنتی که میگه برین خونتون رو تخلیه کنین خوابگاه ها رو و یا داریم مذاکره میکنیم یا نظرخواهی میکنیم واسه پایان اعتصاب. و به نظر من در واقع به این نشون داد که شورای سازماندهی اعتراضی که خط درستری رو تو جریان اعتصابات نفتم جلو کارگرا گذاشته و به همین دلیل مهمه که همه مراکز اعتصابی کارگران نفت به این جنبش بپیوندن، در واقع به شورای سازماندهی اعتراض پیوستن با این کارشون و در این حال این الگو رو که نفت که یک مرکز مهم صنعتی تو کشوری، مرکز مهم کارگریه، کارگران در مراکز مختلف در سراسر کشور
الگوی خودشون قرار بدن، ادامه بدن، الگویی که در واقع کارگران هفت تپه مدتی در پیش گذاشتن. به فوق این پایه در واقع شورا، این عملا امکان میده که شورا هم امکان پذیر باشه و به سرعت توی شرایط دیگه همه مراکز کارگری دست به ایجاد شورا بزنن. من تردیدی ندارم یک ذره توازن قوا عوض بشه، کارگرها بلافاصله ممکنه ظرف واقعا یک ماه در تمام کشور شوراهای خودشون تشکیل داده باشن، چون میخوان دیگه آقا بالا سر نداشته باشن، میخوان بی حقوق نباشن، میخوان در واقع خودشون حضور داشته باشن تو جریان مبارزه. و این فوق العاده از نقطه، یعنی کل جامعه قبول نداره که یه اقلیتی نماینده به اصطلاح همه کارا باشن، تصمیم بگیرن و توده کارگر بدون دخالت باشه. تشکر از کاظم نیکا و اسقر کریمی مهمانان برنامه و همچنین از شما همراهان برنامه خط رفاه. به پایان برنامه‌مون رسیدیم که تحت عنوان اعتصاب کارگران پیمانی نفت و جنبش مجمع عمومی امروز داشتیم و این به صورت میزه گرد. تا برنامه دیگه هر کجا که هستید، شب و روز و اوقات خوبی رو برای شما آرزو داریم.